آمار گیری ها نشان میده که آقای ترامپ خیلی عقب افتاده از آقای بایدن. آقای بایدن خیلی جلو افتاده. ولی ما سال 2016 رو هم دیدیم و این جور آمارها رو هم دیدیم و در ضمن نگاه میکنیم به جامعه و میبینیم که در جامعه آمریکا که دو شقه شده، امروز خیلی ها خجالت میکشند که بگویند که طرفدار آقای ترامپ هستند و در انظار عمومی خودشون رو با احتیاط با این مسئله روبرو میشن. ولی این اتفاق در سال 2016 هم افتاد. کسانی که امروز شاید به دلیل این موج تبلیغات بی امان که بر علیه آقای ترامپ انجام شده، چون میدونید از 20 دقیقه از اینی که قسم خورد برای ریاست جمهوری حملات به شروع شد، علی‌رغم اینها میبینیم که مردم هنوز به ایشان و به سیاستهایشان بخش بزرگی از آمریکا اعتقاد داره و من فکر میکنم آقای بایدن هم اگر از زیر زمینشون داشت بیارن بیرون، ما بیشتر خواهیم شنید از ایشان و بیشتر عکس العمل مردم رو خواهیم دید. من فکر میکنم این که قضاوت کنیم که آقای ترامپ انتخابات رو باخته ممکنه دچار اشتباه بزرگی بشه در ماه‌های آینده. من فکر میکنم که امروز ما در همون 50-50 ایستاده ایم و به آمار هم البته باید توجه کرد، ولی ما این آمار رو بهش توجه کردیم. ما دیدیم که در روزی که آقای ترامپ انتخاب شد 89% کسانی که ازشون سوال شده بود به نظر شما چه کسی انتخاب خواهد شد، آقای ترامپ رو انتخاب نکرده بودن. ولی وقتی همین نماینده همین کسانی که این سوال رو جواب داده بودن به صندوق رای رفتن، دیدیم که چه اتفاقی افتاد.